و اما فیلم بعدی که در مورد اون صحبت خواهیم کرد آتیش بازیه که در قسمت دوم از این مجموعه هم بررسی شده اما این بار با اطلاعات جدید و جالبی شما رو به روز خواهیم کرد شاید براتون جالب باشه که بدونید تدوین و فیلم این فیلم به صورت همزمان شروع شد یعنی شاهین یار محمدی تدوین فیلم بهمن گودرزی رو به سبک و سیاق لابراتوارهای قدیم فیلمسازی انجام داد قدیم ها نگاتیو فیلم ها رو بعد از فیلم برداری برای ظهور و چاپ به لابراتوار می بردن و چون تدوین اونها غیر خطی انجام می شد در حین فیلم مراحل تدوین و صداگذاری هم پیش میرفت. رفت. خیلی ها آتیش بازی و ششابش رو دو گانه متصل به هم میدونن که فقط بازیگرهاشون متفاوته. شاید هم حضور مجدد امین حیایی در این فیلم اونها رو به یاد ششابش انداخته. و گدرزی گودرزی مدعی شده که بعد از تماشای فیلم بر سالن سینما کسی ناراضی بیرون نخواهد رفت اما شقایق دهقان که نقش یک معتاد رو در این فیلم بازی میکنه قصه فیلم رو بدون هیچ ایده جدیدی میدونه به هر حال این روزها آتیش بازی روایت بازی کردن عوامل تهیه فیلم با آتیش شده که امین حیایی، الناز شاکردوز، سحر قریشی، شقایق دهقان از جمله چهره های شاخص اون هستند. این شما و این آتیش بازی